از خونی زیابون شن، هم خونی زیابون شن، از خونی زیابون شن، هم خونی زیابون شن، از جامعه سفید آلم، از جامعه نمی پوشن، از جامعه سفید آلم، از جامعه نمی پوشن، هم ساری از سالم، هم آتشی در دوشن، هم ساری از سالم، هم آتشی در دوشن، ما آتشی در دوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتشی در دوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد اینجا ایرانه، یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار، اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار، جواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده، تقسیم و توربین به تاریخ 7000 ساله ما. می نویسم از غروبم، از سقوط 7000 سال، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، او پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران. بیزارم از دین شما، نفرین به آهین شما، از دین پیشانی ها، دلهای سنگین شما. امیران سپاه شام، سرداران خون آشام، شما را مردگانی زنده میبینم، خدایان شما را بنده میبینم. پیش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. نفسم گرفت از این شب، نفسم گرفت از این شب، در این سکوت بشکن. سکوت رو نمیگم جوانان بشکنن، میگم این پیرپاتال ها بشکنن، این هایی که چند روز بیشتر از عمرشون باقی نیست، امیدوارم 120 سال عمر کنن، ولی حالا بچه هاتون شما سریع ترتیبتون میدن تا به پولاتون برسن، پس بهتره که بیان دنبال بچه ها و ایران رو نجات بدید. خب خانم لیلا فروهر، یک بار دیگه به استودیوی آوا ایران خوش اومدید. خیلی متشکرم، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. لیلا جون منم بهت خوش آمد میگم، میدونی که هوای پاریس از بس خرابه و چون همیشه خرابه، میبینی که من چه سرمای خوردم. همینم میگم، تا تو فرانسه به ویژه اروپا همه به هم میرسن، به قول معروف عادت کردیم به جنوب آمریکا مثل حواس آبادان هواش. آره بوی هوای پاریس بهت نساخته و مریضت کرده. حالم خیلی بده متاسفانه، سرمای سختی خوردم و
برای من امیدوارم که هرچی زودتر خوب بشی. خیلی ممنون که میخوای برگردی لس آنجلس و برنامهاتو دوباره کنی، سلامتیت رو دوباره به دست بیار. درمیان یه مایل باشی میخواستی؟ دو سال اینجا زندگی. آیا چطور بود فرانسه؟ خوب بود؟ خیلی خوب بود. خاطرات خوبی داری؟ خیلی، 100%. برای همینی که میای هر چند ماه یه بار. معلوم. بعد گویا رفتی چیز جدید داری؟ یکی دو هفته ضبط کردم که هنوز کاستم نشده. ولی من یعنی این نواری هم که من دارم راف میکسه، یعنی میکس اصلی نوار نیست، ممکنه کیفیت نوار زیاد خوب نباشه. ولی خب اگه دوست داشته باشی یه تیکهشو این آهنگ یک آهنگساز خیلی خوب اونجا هست، آقای مهداد که فامیل شهرام شهبر است، پسر خاله شهرام شهبر است و آهنگ و شعر و تنظیم این آهنگ رو همه رو خودش انجام داده و خیلی با استعداد و فکر میکنم کار قشنگیه. حالا اگه میخواین یه تیکه از این آهنگ رو حتما من ناهید میخوام که اگه میتونه بخش از اون ایدله بهبه پس به ایدل گوش کنیم. آره من خیلی از مردم سلحشور و جوانان ایران سپاسگزارم و خرسندم که این رو دارم میبینم که جوانان ما رو این تنانه در میدان هستن. این بسیار باعث افتخاره، بسیار باعث افتخاره. من بیاد دارم دوست نازنینم دکتر کوروش آریامنش، رضا مظلومان، خرسند ستم دیده اسم خودشو گذاشته بود و سیدم بود، دکتر آریامنش، دکتر کوروش آریامنش سید بود ولی پایه‌گذار یک تفکر نو در جهان آریایی بود، در جهان آریایی بود دکتر کوروش آریامنش. همه این تحولی که میبینید الان پدید آمده در اندیشه و تفکر ایرانی و جهان آریایی ایرانی، ریشه زمانی جدیدش مال کوروش آریامنش. کوروش آریامنش در تاریخ ایران همچون که کیوان به من گفت یک بار و ما نوشتیم و موقع مقالاتی، یک خورشید تابنده است در تاریخ ایران. ایشون نشریه پیام ما آزادگان رو منتشر میکرد از پاریس و ما نشریه ارشاد و همبستگی و شهر فرنگ و غیره و غیره. و همچون که از ایران بیاد دارید، من یک نشریه خودمون منتشر میکردیم و بعد جانبی نشریات دیگه رو حمایت میکردیم، مثل که اون موقع فرقان بود و دیگران بودن، اینها من حمایتشون میکردم. و کوروش آریامنش عزیزم ما هفته یک بار دست کم همون میدیدیم و کارهایی که میکرد، و تا اینکه آخر بار یک دشمنی اومد چاپ به کار اینو ازش گرفت، آقای ستار لبایی در لندن کار چاپ میکرد، این حرامزادی در جای اینجا پیدا شد و مأمور بود و اومد و گرفت و بعد هم همون نقشی داشت در حالا کشته شد عزیزم، دکتر کوروش آریامنش عزیزم از جهان رفت. تنها کسی که پیکر تیر خوردش رو پلیس اجازه داد رفت دید من بودم که افتادم و گریه کردم و اینا. باری دکتر کوروش آریامنش هی می اومد مثل همین دلخوری ها و دلتنگی ها از اینکه مردم نیستن با ما، مردم پشت سر ما ها افکار اندیشه نمیان بیرون. می گفت مردم تا که اینقدر ذلت پذیرن، تا که اینقدر بدبختی پذیرن، از این قضیه رنج می برد. بارها می شد می اومد می گفت که من می خوام دیگه بذارم کنار سیاوش اوستا. گفت تا بابا دکتر، گفت نه من خوام دیگه بذارم کنار، خسته شدم از این مردم، خسته شدم. بعد یهو بعد می اومد هفته دیگه که می خواستیم نشریه رو پست کنیم پیام آزادگان، می گفت
ما با هم مشهدی هم صحبت میکردیم، لهجه مشهدی خوبی داشت و گفت باز اینا آمدن که ما رو چیز کردن. گفتم چیکار کرد؟ بعد درفتم پست میبینم دو سه تا پاکت آمده توش 50 مارک و 70 مارک و 20 مارک و 20 فرانک و بیشترش مارک بود، بگم بچه های آلمان بدونن من سپاسگزار بچه های آلمان هست. مارک و سوئد کرون، کرون سوئد. بابا آره اینا آمده و خاله که نمیده باز من دوباره ادامه میدم، نمیتونم ولش کنم، دوباره ادامه میداد. و تا اینکه آخرین نشریه که آماده کرده بود اون حرامزاده که دست داشت و بیشرفی که غیر از جیهونی ها، جیهونی رو محاکمه کردن، اینا که من خودم در محاکمش بودم و محمد حسن سمر لبنانی بود که از لبنان اومده بود، از شیعان لبنان دکتر کرجارمنش رو کشته بود و فارسی هم خوب صحبت میکرد و اینها، و غیر از اون یک حرامزاده دیگه بود که درک واصل شد اینجا مرد. اون جاسوس بود، از همین نیروهای چپی بود که با جمهوری اسلامی کار میکرد برحال، و کروش آیمنش زدن. البته همون شب من روزی که ایشون کشته شد دوشنبه شب بود و من سرکار خانم حامیرا پاریس مهمان ما بودن هفته قبلش، و بعد دست سرکار خانم حامیرا همون دوشنبه تقریبا تولد خواهرم اینا مسیح گویا بود یا یک مراسم بود، ما در جای جمع شده بودیم در اصرار این مهداد، این مهداد رئیزم کردن در مهداد اختراعی که هنرمند نازنین خوبی است و من خیلی دوستش دارم در امریکا است، لس آنجلس، اینجا رستوران داشت، در رستوران بودیم با یک جمعی از هنرمندان و کوروش آرمانش هم قرار بود بیاد اونجا، ولی به من زنگ زد که من مهمون دارم و نمیام. گفت آقا مهموناتم بیار. گفت نه مهمون. آقا ول کن مهموناتم بیار. نه همون مهمون قاتل بود، محمد حسن سمر لبنانی، چون من در دادگاه آریامنش حضور داشتم تمام مراسمش رو و الاخر برحال. و میگفت دو تا پاکت آمده، یک کمی پول آمده، با اینکه پول ندارم این هم جواب نمیده، ولی نشریه در میآورد. تا اینکه در سال 1996 جان باخت و یک نفر دیگه در دوشنبه تاجیکستان کشته شد، استاد سیف الدین عاصمی که ما با هم قرار گذاشته بودیم اون موقع نشسته جهانی ابر جهان آریایی رو در تاجیکستان تشکیل بدیم با نظر امام علی رحمان که پذیرفته بود که وقت این جلسه رو ما اونجا تشکیل میدیم در سال 1996 نشست جهانی ابر جهان آریایی، ایشون تاریخ رسمی تاجیکستان رو بکنه تاریخ 7000 ساله، الان تاریخی که از این تجربه جوی بهت بیرون امام علی رحمان الان هست فرنشین تاجیکستان، و اونجا من بودم، کوروش آریامنش عزیزم و سیف الدین عاصمی رئیس آکادمی تاجیکستان بارها اومده بود پاریس، با هم گفتگو کرده بودیم، در استودیو رادیو من اومده بود صحبت زیادی در رابطه کرده بودیم. آریامنش رو که در پاریس کشتن، بعدم ایشون رو اونجا کشتنش توی مدرسه‌ای که پرونده سفر ماها زیر بغلش بود تیر می‌خوریم. بعد از اونجا بعد دیگه من ماشین ضد گلوله در اختیارم گذاشت، فرانسه و محافظین و غیره و اینا، ما هم دیگه رو غیبه مون زد علی عزیزی را دست دادم کوروش آریامنش. ولی در تاریخ ایران همچنان که خون این میگه از خون جوانان وطن لاله دمیده است، خون یک نفر کشته میشه ولی یک جمعی برانگیخته میشه تا بوده این گونه بوده. کوروش آریامنش از موقعی که کشتنش جهان متحول شد. شما نمیدونید، خیلیاتون نمیدونید، همین نقد دین تازه که دارید میکنید خیلیاتون نمیدونید، اینا پس از کوروش آریامنش اوج گرفت، شکوه گرفت، عظمت گرفت همه جا. من آخرش احساس میکنم که یک ایرانی بایستی همیشه پوشاک ایرانی داشته باشه. ما نمیتونیم هم بگیم ایرانی هستیم و در این حال تمام آداب و رسوم بیگانگان را بر خودمون که تحمیل کردن همینجور اجرا بکنیم و پیگیری بکنیم. چون من ایرانی هستم و بون افتخار میکنم، پس باید تمام نشانه های ایرانیگری رو هم داشته باشم. یکی از نشانه های ایرانیگری
و نماد ایرانیگری نام و نام خانوادگی. من نمیتونم نام نام خانوادگی تازی رو داشته باشم و بگم ایرانی. من ایرانی میپذیرم، همونطور که نمیتونم بگم من ایرانی هستم و روزی 17 مرتبه به طرف بتکده عرب سجده کنم. اینم قابل قبول نیست. اگر چنانچه میخوام قبول داشته باشم باید آیین ایرانی رو قبول داشته باشم. البته اگه یک چیز قشنگتری از خارج به ما بیاد که ما در داخل ایران نداشته باشیم ایرادی نداره، میتونیم اونو بپذیریم. ولی وقتی که ما گفتار نیک پندار نیک گفتار نیک رو داریم که در هیچ جای دنیا وجود نداره، ها به چه دلیلی اینو بذاریم کنار و بریم دنبال یک جور اندیشه ها و افکاری که ما رو به خشونت و به ستیز و به نامهری و دشمنی و غیره وادار بکنه و در نتیجه اون همبستگی و مهری که در داخل ایران با آیین و افکار و اندیشه ایرانی میتونیم به وجود بیاریم که وجود داشته، اون رو مبدل بکنه به جنگ و ستیز و برادرکشی و نابودی. شما یک نشریه دارین به اسم پیام ما آزادگان. در این نشریه به سختی به آیین تازی میتازین. آیا فکر نمی کنین که این خطراتی برای شما داشته باشه؟ زود از کنیم که ما نمیتازیم مطلقا. حقایقی رو که در این دین وجود داره که از دیدها پنهان مانده ما نر برون میره. یعنی اینا ما بیرون نیاوردیم. آخونده و خمینی به رهبری خمینی آمدن و یک برکه آب صافی رو که ما به ظاهر میدیدیم اینا آمدن با یک چوبی به هم زدن و اون لجنهای زیر آمد بالا. فهمیدیم برکه پر از آب لجنه. حالا از اون لجنهایی که وجود داره ما اینا رو داریم تشریح میکنیم. ما اصلا بدی بیرا نمیگیم. ما داریم میگیم که بابا اگه کسی میخواد فرض بفرمایید مسلمان باشه باید اسلام رو بشناسه و مسلمان بشه. بسیاری از خانم ها هستن که مسلمانه و خیلی هم به اسلام اعتقاد دارن ولی نمیدونن که مثلا در اسلام برای زن هیچ حقی وجود نداره. نمیدونن که در قرآن سوره 4 آیه 222 میگه که مردا برتر از زن ها هستن و اگه زن ها شما اطاعت میکرده کتکشون بزنید. در کیمیای سعادت امام محمد غزالی وقتی که مولا تعالی بفرمایید امام محمد غزالی رهبر تازه خیلی پیشرفته آخوندها میگه اگه چنانچه زنی رو خواستی کتک بزنی چوبی رو که باید انتخاب بکنی چقدر باشه اندازش، کلوفتیش چقدر باشه و با هر چوب یک قسمت از بدن بزنی، زیادم نزنی که کبود بشه. این دستور عمل اسلامی یک رهبر شیعه است. همون چیزی که ما در آخوندها میبینیم و دیدیم و خواهیم هم دید. امیدوارم که به هر حال اگه ما خطا کار بودیم نسل‌های آینده بیان و اون واقعیتی که در ایران وجود داره اون چنان که هست بشناسن، هم خوبی‌ها رو هم بدی‌ها رو. اون چیزی که بدی هست مربوط به بیگانگانی بریزن بیرون. شما طرفدار چه آیینی هستین؟ من طرفدار آیین انسانیت هستم. من معتقدم که تمام انسان‌ها برابر و برادر و اسمشو بذاریم خواهر، نه خواهرهایی که در داخل ایران مطرح کردن. مسئله انسانیت مطرحه. هر کسی میدونه داره هر فکر و آیینی باشه. که الان بعد از کیان عزیزم، بعد از نیکا، بعد از مهسا، بعد از شکاری، بعد از رضا رهنورد است که همه چون شدین رضا رهنورد. همه اینا رضا رهنوردن، همه این قهرمانان، همه این دلیران که در پاسارگاد میره رزمی بودن خودشو، ورزشکار بودن خودشو دختر یا نشون میده. اینها چیه؟ اینها آموزه هاییست که از بچه هایی که کشته شدن خونشون ریخته شد هست. اینی که میبینید الان همه دخترای ما رعنا زیبا برقصید شادی کنید، میاد توی کوچه خیابون خونش موزیک میذاره میرقصه، ادایونو در میره، ادایون در میره، کارهای قشنگ میکنن میذاره روی اینترنت شادی آفرینی میکنن. اینا حدیث است، حدیث سارینا است. اینها بچه‌هایی هستند که این کارا رو می‌کردن، حرمزاده های تازی ها که بر ما زده اینا رو کشتن نشون کرده بودن. این خبیث خامنه‌ای پلید که یک
تصویر ازش هست، یک تصویر. این مرده خودش، خاطرتون جمع باشه، این مرده. برای همینی که الان هر لجنی رو سرش میریزن نیستون، یک عروسکه. و خوشبختانه این رو من دیدم، بسیار خرسند شدم، بسیار خرسند شدم که یک بسیجی در یک نشستی که 70-80 نفرم توی خونه هستن اونجا، یک بسیجی فریاد میزنه. خامنه‌ای میترسه اول، بعد نیکولا چاوچسکو 100,000 نفر پای منبرش بودن، سرنگون شد. به زودی البته من فکر میکنم که از این بعد دیگه خامنه‌ای شخصی تو خونش را نده، همین خامنه‌ای قلابی، چون البته اینا رو از 1,000 تفتیش عبورشون میدن، از 1,000 کنترل چه و چه اینها رو در میارن، یک چند نفر میبرن اونجا، 10 نفر میذارن. بعد توش این جلسه شاهکار، اصلا هوش در میکنن، اصلا خامنه ای تمام. اینجوری نیستش که هم دیگه، اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا. وقت تمام شد و حرفا خیلی زیاده. شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم، آینده شما رو انشالله. نشنفتم اینها ادامه داره، اینها سلحشوریه، بچه های سرزمین ماست، این سلحشوری ادامه داره. من برای همین که مثال زدم کوروش آریامنش عزیزم رو، که ایشون میگه که دو تا پاکت آمد خوشحال شدم، الان من میبینم دو تا چکوانده شما میزنید به این حزب اللهیا، خوشحال میشم، خرسند میشم، امیدوار میشم. چرا؟ خیلی غم انگیز دیگه. اگه علی معلم بود فیلم کوروش ساخته میشد و مطمئنم که با اون سختگیری و اون کمال طلبی که اون داشت حق مطلب ادا میکرد رجوع کوروش. و خیلی کارهای دیگه، علی معلم آدم جسوری بود، بسیار جسور بود، به دلیل اینکه هیچی نداشت که بخواد پنهان کنه. دولت مردای ما رو ببین، دولت مردای فاسده ببین، همه شون سراپار کسافتن، برای اینکه هی باید ایش دیزار پنهان کنه. اون سه تا زن رو فران رو هو میگیر از اینجا چاپیده اونجا فران فران داریم، علی معلم نداشت، هیچ کنیم این هاشی ها رو نداشت، واسه همین جسور بود. این تو نظامی که با هنر اصلا ذاتن دشمنی داره، خصومت داره، که نمیشه، همینه که هست، همینیست که هست، هیچ کار. این نظام ذاتن با هنر و هنرمند اصلا نه سر سازگاری نداره. آره کتاب، شعر، موسیقی، سینما، تئاتر نداره، اصولا نداره. حالا من همه نمیخوام، واقعا آدمایی هم هستن تو همین، آقای رجب معمار الان توی خانه هنرمندان هست، شریف دلسوز، هنر دوست، واقعا هنر دوست، سردارم هست، فوق العاده است. شبیه رجبی ما چند تا هستن، خیلی کمه و کمه. تشکر میکنم از شما. این چادریایی که میان با این ریشوهایی که میان زر زیادی میزنن و مزاحم میشن زنان و دختران ما رو، اینا بیگانن، اینا از عربستان سعودی اومدن و اون برا و اینا بیگانن، ننه باباشون هم اینجا بودن، اینا یه دشون هم خرن، یعنی یارو خیلی خره، این فکر میکنه الان خدا وایساده اونجا، که خدایی که این همه کسموس و هستی رو آفریده، این اهورامزدا، میلیارد ها منظومه شمسی، میدونی چه؟ میلیارد همه سیما داریم،
میلیارد ها بدبخت بیچاره ابله. وقت میگن آقا به اعتقادات اینا احترام بذارید، ما در رابطه با مقدس بودن به شما گفتم مقدس بودن، امروز میخوام در رابطه با اعتقادات هم باز به شما بگم. هر اولاقی که بهت میگه باید به اعتقادات اینا احترام بذاری، او دشمن ایرانه، بزنیدش. هر کی میخواد باشه، بابات بود، ننت بود، داییت بود، پسرموت بود، بزنش. دشمن ایرانه، چون یا خره و یا خرکنه. یه دی خر میکنن سوار میشن، او یاره هم که سوارش شدن او رو هم بزنید، غلط میکنید، خر میشید. بعد میگه اعتقادات ما، اعتقادات شما اگر محترمه، اعتقادات زنان ایرانی من بیشتر محترمه که میخوان آزاد زندگی کنن، میخوان با پرواز، با شادی، با رقص، با رها شدن زندگی کنن. چطور؟ اعتقادات شما زپل زپل کی؟ اعتقادات ما و بچه های ما هیچ؟ اینه جواب بدین به اینا، پدر سوختوار، و بزنید. تکواندو یاد بگیرید، کاراتی یاد بگیرید، کنگفو یاد بگیرید، جودو یاد بگیرید. این هرمزاده رو بزنید، همون موتور که وقتی که کانون های شروع شینا رو میزدن تو این درگیری ها، با این لچکشون بیان مزاحم شما بشن، تو هر جایی بکشید، نترسید. آه چادر از سرش کشید، روسری را از زرش کشید. وای اعتقادات چیه؟ این عبا و عمامه تازیان صحراگرده که اینها تو ایران رو تنشون میندازه. چادر قدم حرمزاده بود، میگن اینها از ایران باستان میاد. احمق ها، شما یه فیلم هست One Night With the King، یک شب با شاه، زندگی استر هست و شاه ایران. این فیلم رو ببینین، خیلی پرخرجه، امریکایی‌ها درست کردن در تشکیل ایران. جواب اون 333 جوابویه، یهودی هم ساختن همه کاروان، یعنی یهودی همه کاروان، یهودی ها One Night With the King رو ساختن که افتخار میده به ایرانی، افتخار میده. تو اونجا ببین، ببین دو زنهای ما همیشه آزاد بودن. چادر چاخچو مال صحرای خشک هست که بیابان گردم میرسه. هر روز اینو من میگم، هر روز میگم که شما هر روز اینو بدونید و هر روز بزنید و نگن بهتون مقدسه. چی مقدسه؟ آقا اعتقاد، این اعتقاد نیست، اعتقاد از عقد، عقد میاد، یعنی پیمان بستن. ما با ظالم، با ستمگر، با ابله پیمان نمیبندیم. اگرم اون بسته ما میشکنیمش، و اگر اون محترمه و اون مقدسه و اونو باید به اعتقاداتش عمل ما احترام بذاریم که از خارج اومده تو سرزمین من داره مفت میخوره، مفت میچره، خمس میگیره، زکات میگیره، برتری اجتماعی داره، چون همه این تاجری که تو ایران هستن، بنی هاشم، همشون برتری دارن، همه اینا برتری اجتماعی دارن تو جامعه ایران، آپارتاید هست، تبعیض نژادی دارن. خب شعورا، فهما، فریادا بچه ها، فریادا، فریادا. اینها رو باید با همه جا گفت، مطرح کنید و از هیچی هم نترسید. ایرانی من مقدسه. اعتقاد اگر مقدس هست، اعتقاد یگانگی خداوند بزرگ در نبرد با اهریمن، اهورامزدا با اهریمن، که هیچ فرستاده اینو نفرستاده. چی میفرسته؟ زرتشت، مانی، مزدک، عیسی، موسی، اگه اینا پاشدن کاری کردند، وظیفه‌شون رو انجام دادن، به وظیفه‌شون عمل کردن. خدایی کجا بدونه بفرسته که بعدا بگه آقا این زبان عربی به زبان عربی میاد، مال خود عرب هست، قرآن داره میگه. پیامبر من که سیاوش اوستا هستم و مخلص همه شما هستم، پیامبر من کیان پیر فلک هست. امروز در یک مصاحبه با فرانسوی که داشتم گفتم کیان پیر فلک پیغمبر منه. گفت کیه کیان؟ گفتم تو چه جور ژورنالیستی هستی که
تریبون بسیار مهمی رو دست دست داری میگردونی، نمیدونی کیان کیه در ایران. تعجب کردم، گفتم رضا رهنورد. گفت اینا کیان؟ گفتم اینجوری کشته شد پیش از من. گفت ای چند سال پیش؟ گفتم همین دیروز. همه اونهایی که بچه های ما رو سانسور میکنن از دم حرامزاده و نوکر بیگانه هستن. یادتون نره، من اینو قاطع بگم، من خودم همواره از کسانی بودم و هستم که تشویق کردم و گفتم حتما برید ایران، حتما برید ایران، ولی وقتی میرین ایران اینا شما نترسینن. یه چلوکه ها بهتون بودن تو هتل درجه که شهر، هتل درویش مشهد، هتل همای نمیدونم تهران، هتل فلان، اینا اطلاعاتی رو بیان شما رو به ترسونن که بعد یا شما تلفن هم بهتون بدن که امری داشتی شما، بعد همتون همه که نه مشت اولاق میرید نوکر اینا میشید و جاسوسی اینا رو میکنید، به حرف اونا میکنید، بهتون میگن با کی تماس بگیر با کی تماس نگیر، کی رو ببین کی رو نبین، چه پیکایی بفرست. آقا پیک بفرست در حمایت اون، در هیچ اشکال، فقط خط قرمز. خط قرمز اینه که نگید کیان پیرفلک از چی متنفر بود، نگید که اون خبرنگاری که من ارادت دارم بهش خیلی خواستم فوش بدن فلان، من به اون خبرنگار قهرمان تاریخی است، پیش از اعدام میره پیش رضا رهنورد، یه گمر اطلاعاتی بوده، میره اونجا میگه که بر گور من نه قرآن بخوانید و نه نماز، جشن و شادی. اطلاعاتی که این مصاحبه رو میگیره از رضا رهنورد قابل ستایش، ابلهان قابل ستایش، اینها هستند که ایران رو نگه داشتن. اگر اون مصاحبه نمیکرد تا کجا میفهمید که این رهنورده رو که میکشن اینا اینجوری در برابر این حرمزاده ها مقاومت میکنن، صحبت میکنن، حرف میزنن، از کجا میدونستی؟ و به ویژه الان خبر دارم من، ولی نمیم خبرم که به اینجا بیم بدبخت ها میگم 40 ساله 40 و خورده سال من خارج هستم، در داخل ایران در همه ارگان، همین بسیجی که دیدین جلو خامنه‌ای آبروش رو برد، در بسیج، در سپاه، در نیروهای اطلاعاتی، ما آدم های بزرگ و شرافتمندی داریم برای ایران و ایرانی فکر میکنن. خیلی اینا که الان اپوزیسیون دارن آمدن آبرونن، من همین اطلاعاتی بودن. رحیم مشایی که الان من نمیدونم کجاست، رفت جلو سفارت انگلیس، حکم انگلیس رو پاره کرد، آتیش زد. شما اصلا اسمش رو الان دیگه فراموش کردین، زندان کجاست؟ اطلاعاتی بود، فقط جوانش تو زد اطلاعات بود. ما نمیگیم که ملت ایران چندین میلیون نفر هستن دارن در این نظام کار میکنن، همین ها که ما نمیخوایم فردا سر ببریم بگیم ما با رژیم کار کردیم، اصلا یک تشکیلاتی از همین الان پایگذاری شده که جلوگیری خواهد کرد از یک خون از دماغ یک ایرانی به ناحق بریزه. اما تمام این جانیان جنایتکار مجازات میشن، این جانیان جنایتکار نه بخشش هست نه فراموش. وقتی رضا پهلوی میاد میگه که رضا رهنورد که چاقو بر میداره از بالا میاد پایین، 8 تا از این اراذل اوباشی که دارن به دخترای ایران توهین میکنن، دخترای ایران دارن کتک میزنن، رد و بارشون میکنه، میگه این شیر بود و خورشید ایران. من ازش متشکرم، از رضا پهلوی، پرنس رضا پهلوی، برای همین میره حالا بالا، هر روز شکوفاتر میشه، چه استقبالی ازش کردن میکنن، نوش جانش، شایستگیشو به دست آورد. این شایستگی به دست آوردن، همسرش همینطور، پرنسس یاسمن و دختراش چقدر از ایمان دوستان عزیز در اسرائیل تعریف میکنن، چون ایمان هم با اینها بود دیده نمیشد، چون استارها رو شما میدیدید تو این فیلم ها، ایمان دوستان میگن باش گپ که میزدن دختر روشن و فهمیده و خوشفکریش مثل نور، همش فرح هم همونطور. اندیشه نوع ایران آریایی تازی نداره توش، تازی پرستی نداره توش، نقش مهم می داشتن این بچه ها که پدرشون رو که از اون رسوبات فریده خانم تازی بود که قبلنا می گفت آقا به اسلام توهین نکنید به روحانیت، بچه ها من سپاسگزارم، من دست نور رو می بوسم، دست ایمان رو می بوسم، دست
فرح عزیزو میبوسم. یاسمن که دیگه مادرشونه که. یاسمن میترسم بگم دستشو میبوسم پرنسزا پرمینا. ایران بزرگی شهریاری بهش برمیگرده و این همیشه هم خوبه. ببینید من این نکته به شما بگم من اون موقع ها جوونی هم از جمله درسایی که خوندم مدیریت بود مدیریت هتل. پیش از اینکه خود ما هتل داشته باشیم تو مشهد، چهار خسروی هتل قدس شده بود، مال من بود. قبل از اون من مدیر شبهای در نوجوانی که درسم میخوندم هتل تهران مشهد بودم، هتل تهران. برای اون من 6 ماه دوره دیدم خارجم دورش دیدم. اون موقع زمان شاه، یکی از مواردی که به ما یاد میدادن انگلیسا این بود که اولا کارگراتون که زیر دستتون هستم اینا تک تک باید بره تو دفتر، یک چایی که بهش میدی، یک پاکت هم بهش انعام بدی، بگی که تو چشم منی ها، تو چشم منی، بقیه رو نگاه کن، کنترل کن، هر کی اصراف میکنه چیزی میدوزده فرم تو به من بگو، تو به رفیقش هم همیر بگو، به همه همیر بگو، همه میشدن جاسوست. برنی؟ درس انگلیسی بود. از جمله این درس ها یکی دیگه بود که میگفت شما وقتی که میخواییم یکی سیر استخدام کنید و دیگه کار کنید باهاش و فلان اینا، اول از همه باید بهش اعتماد کنید. فردا جیبتون رو نزنید، جیب مسافر رو نزنید. تو خیلی تا الانش پیش میاد رفتن تو اتاق مردم خالی میکردن. همین تیمسار رحیمی قهرمان بارمش هم فوت کرد، تیمسار رحیمی که فوت کرد و هتل تهران بود و من شب مدیر بودم، یه اومد پایین گفت فلان چیزم تو اتاقم نیست، چاق و فلان چیزم نیست. یه من دیدم بلبویه، بلبویه میگفتیم نه که چمدون هم میمونن، دیدم بودی و پرید تو آسانسور رفت بالا، چند داری من بیم حرف بزنم، یه اومد پایین فهمیدم این کش رفته بوده چیزی تو اتاقش رفت بالا گذاشتن، از اتفاقات میفتن. حالا به ما یاد داده بودن، 16 سالم بود من اینو یاد گرفتم، به ما میگفتن. حالا خواهم بهتون بگم، این میخوام بگم که ببینید اگر ما یک چیزی رو اعلام میکنیم، 4 تا اسم، 6 تا اسم، 10 تا اسم میذاریم، بعد دستش کم و کاست میشه، این ما میخوایم امتحان کنیم، 1 و 2 میخوایم نشون بدیم که از طرف ما دموکراسی هست، از طرف ما آزادی هست، از طرف ما همه رنگ های سیاسی ایرانی هست. اونا با اوناست که دیگه بایستی بتونن دوون بیارن، تاب بیارن، در اون بالا که میرن دام فلان که میرن یه ها نندازم پایین. من بابا میگفت هر موقع که میری بالا زود پایین رو نگاه کن و هر موقع میخوای یکی رو بزنی برو بالا هر بزن، گفت چرا به پایینی کار نداشته باش، اینا پایینی همه نوچه موچه فلان، بالا بالا یار بزن و بعد تا بالا هستی رفتی بالا پایین رو نگاه کن، چون میفتی یک روز. حالا گفت شما کارگر مربعی که میخواین استخدام میکنید، روز اول باید امتحانش کنید، روز دوم باید امتحان، روز هفتم دهم چیکار میکنید؟ اول یک سکه جلو پاش رفته بیرون نیست، شما یک سکه میندازی رو زمین که منطقه‌ای که داره کار میکنه، محلی که داره کار میکنه، بعد تا اومد دیگه شما میری، 1 ساعت 2 ساعت نیست این نمیای، میای 3 تا حالت داره، یا اون سکه هنوز سر جاشه، طرف یا ندیده یا بر نداشته، یا سکه سر جاش نیست. اگه سکه سر جاش نیست تو جیب طرفه، اگه تو جیب طرف نیست اونجا گذاشته، تو تا میری میگه آقا این پول افتاده بود اینجا چیکار کنم، اینجوری امتحان میکرد. بعد بعضی وقتا میگفتیم حالا یه سکه که چیزی نبود و کم بود اسکناسی مینداختیم مثلا اینا، اینجوری ما طرف رو امتحان میکردیم. بعد اگه ورمه داشتیم میذاشتی جوش همه که بیرونش نمیکردیم که بفهمه که این پرویش شگرد انگلیسی از دست انگلیس آموزش اینجوری میدادن. صبحانه هم به ما میداد، روزی اون موقع 18 قرون 20 قرون میدادیم، رفته بودیم به ما هم آموزش و اینا بود، هم خونه یاد برم اینجوری شما باید دادم امتحان کنیم. ما میکردیم همیشه، افرادی که تو تشکیلات ما بودن اینا اول باید امتحانش کنی ببینی که یارو دزده، دزد نیست، چشمش خوبه فلان. نه حالا هم در کار سیاسی وقتی که کسایی این جنجال می آفرینن،
جنجالی که میافتن قابل تقدیره، قابل ستایشه. هر کسی هر گامی که در راه سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه برمیداره قابل ستایش، هر گامی که برمیداره. حالا چون خیلی از این گام‌ها رو خودش برمیداره ولی مختم خواهد بره جلوی رو بنزه میکشنش عقب، این نخه دست خودشه مثل خیمه شب بازی. ما ها بازی خودمونه بلدیم، ما هم بازی ها رو میکنیم با اینا. برای همین شما هیچ نگران این موارد نباشید. الان دنیا فهمید مگه نمیگن که، حالا من بهتون بگم، میگن نمیگن قدرت جهان همه چیز دست این اسرائیل و یهودی است. خب وقتی که او شکوه عظمت از این جوان و زنش و بچهش استقبال بشه که از هیچ رئیس جمهور هیچ کار نگرد استقبال نشده بود. من سپاسگزار هموطنان عزیزم هستم در سرزمین مقدس، هموطنان عزیزم، استقبال گرم و صمیمانه که اونا کردن. این یک پیروزی بزرگ برای شما مردم ایران بود. این پیروزی برای شما بود که اینها مرتب 1402 ساله توی ایران این بنی هاشم جنایت میکنن، میزنن پای یهودی ها. این خیلی مهمه، اینی که من بهتون میگم، اینه من بهتون میگم خیلی مهمه. 1402 ساله اینا جنایتی که خودشون بنی هاشم همین تازی ها میکنن خود جنایت کار بودن هستن و اصلا روز اول دیگه باست نمیخوام هزار بار بگم میذارن به پای یهود. حالا 70 سال مارس 75 سال که اسرائیل به پای اسرائیل. بعد آقا اخیرانی محمود عباس، آقا محمود عباس اینا رو من چی کرد؟ گوه آقا برو زیاد زیادی نزن، برای ما کار نمیخواییم کار بکنی، چون کار داری برو شکم ملت ایران سیر کن، مردم ایران گرسنن بی چاره، تو به من فلسطینی ها چی کار داری؟ آقا فلسطینی و سعودی و خلیجی و خلیج فارسی همه این ها با اسرائیل صلح کردن، تو گوساله چی میگین شما؟ البته یک نفر نیست، این سیستمه. ما در داخل خود سیستم بچه خوب داریم. شما فکر نکنید که سپاه پاسداران ما یارو سلامی و تریاکی باقری و شیره یه دیگه است، اینا نیستن. اینا عروسکن جلو میذارن، عروسکن. خواهید دید شما خواهید دید که همین بچه های نظامی که اسلحه دستشونه چجوری ترتیب اینا رو میدن، رژیم میندازن و شما همه تون برمیگردین ایران و اون شهریاری آریایی 7700 ساله میترا و آریا تکرار میشه در ایران. من امیدوارم به این. برای همین بزنید، هر کس زر زیادی زد، عمد دایید عمود خالت بود از این پیرپتالا، شما بزنید، نه که بزنید تو دهنش گناه داره خونی میشه، حرفتونه بزنید، آدمشون کنید، بگین تو یا خری که سوارت میشن و یا مزدور هستی که به خاطر یک چندل قاس پول ایرانیت رو کنار گذاشتی. دوست عزیزم ناصر پاکدامن از جهان رفت، یاران موافق هم از دست شده، در جمع کسان یکان یکان مست شده، خوردیم زی یک شراب در مجلس اونس، روزی دو سه زودتر زبا مست شدن. اوتلو در سرزمین عجایب کار غلام حسین ساعدی بود و خیلی قشنگ بود. اون موقع این مخمل باف مأمور سانسور ایران بود، نقشش منصور بازی میکرد و غیره. ببینید فیلمش روی اینترنت هست، رایگان میتونید ببینید. غلام حسین ساعدی که اینو نوشت میومد بعضی وقت خونه من، بچه ها میدونه یک سری کسایی که بازی میکردن اصلا اینا. بعد این عمامه محمد سحر که نقش آخونده بازی میکنه، شاعر خیلی خوبیه میم سحر، من عمامه چه میبستم عجب دور جالب. بعد این اوتلو در سرزمین عجایب رو که درست شد و آماده نمایش شد، ما این سالونی گرفتیم پاریس، میزون دو شیمی، اون موقع 1100 نفر توش جا میشد و الان 700 نفر کوچکش کردن. تازه اون موقع من دانشجو بودم، هنوز تازه وارد فرانسه دانشجو بودیم، خلاصه میرفتیم دانشگاه و بعد
کار میکردم اینا، ولی کمک کردم غلام حسین سادی رو برای این اوتلو در سرزمین عجایب. بعد این سالون که گرفته شد 1100 نفر توش جا میشدن، 1400 تا ما بلیت چاپ کردیم. شبی که میخواستیم 1400 تا بلیت رو پخش کردیم بین خودمون، من این بچه های خودمون اون موقع هم پاکدامن و غفار حسینی زنده بود و یه گده دیگه و همونه که بازی میکردن اینا، هر کدوم دو مدبچه 100 تا گرفتن که اینا برن به رفقاشون بفروشن، 30 فرانک بود، خیلی هم ارزون بود. من همون شب گفتم که 1400 تا بلیت چاپ شده، جا 1100 تاست، اون 300 تا دیگر بذاریم کنار نفروشیم چون شب مسئله دار میشیم. به حرف من گوش نکردن، ما از همه خودوتر بودیم، یعنی بچه تر کوچولو تر بودم، به حرف ما گوش نکردن. سعادی گفت راست میگی، ولی بذار اینا بره بخور سرشان به سنگ و تا بفهمن. یکی گفت آقا چجوری سرما به سنگ بخوره؟ گفت حالا بفهمن. شب برنامه 1100 تا که جاداش 1300 تا بلیت فروش رفته بود. خیلی جالب ها، 1300 تا بلیت فروش شد. یهو سالونا اینجا دنگ 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 نمره میده زهر که میره تو، تو 1100 تا رفتن تو، دنگ داره بسته شد، گفت کسی دیگه نمیتونه بیاد تو. آقا اینا پشت در موندن، یهو دعوا سر صدا فلان اینا، برای روح وروان و شادیشه، شاد شاد میخواد باشه ناصر باگدامن، یهو شروع شد همونجور پشت در مونده بودم سر و صدا اینا، منم جود یهو اومدم تو، گشتم گشتم این ناصر پاک دارم روان شاد، یه از جمله کسی بود که با من مقدمت کرد و بقیه بود، گفت نه آقا همه بیرتا رو بزنیم بره بلش بره بره بره. من اومدم یهو جلو غلام حسین سعادی و همه بازیگران اومده داشتن میشدن که برن رو صحنه و اینا، گفتم آقای دکتر ناصر پاک دارم تشریف برید اینجا. آها گفت آقای دکتر ناصر پاکدامن شما رو دم در هزار کردن، دم در کارتون. گفت چه کار دارن با من؟ گفتم نمیدونم دیگه، برو دم در. 200 نفر پشت در وایستدن تو برو بیرون جوابشون. گفت جدی؟ گفتم این اومد یه میخواه همین رو دارم میگم برای این شادی روان دکتر ناصر پاکدامن عزیزم و دخترش بهش همدرده خودم رو پیشکش میکنم. آمد دم در یهو دید اوه، حالا ایشون چپه ها، ناصر پاکدامن چپ بود، اصلا خدا دین پیغمبر هیچ اینا نمیبود. تا اون موقع آمد دم در دیدن در من یهو در وا کرد رفت جلو اومد، ها اومد خود آقا ما بلیط داریم، آقا ما بلیط داریم. گفت بچه ها ده حضرت عباس یک دونه جا هم نیست. خیلی جالب بود، تو های حرف زد همه اونجا باشید و تنظیر میشناختنش که حضرت عباس با این چه کار داره. یهو تا این دیدن همه زدن زیر خنده، وقتی که همه خندیدن خوشحال شدن، یهو خودش هم خندید، من رفتم پشت سرش گفتم حالا با این خنده که شما کردید ما یه سالن دیگه میگیریم و به زودی شما بلیتاتونه یک هفته طول میشه میان تو سالن، هیچ نگرانش نباشین، همه خوشحال رفتن خونه. روانت شد دکتر ناصر پاکدامن، انسان بسیار با شرفی بود، متواضع، فروتن و یادش به شادی. مهربان یاران من خوشانم که با عزت بگیتی بساط خیش برچیدن دورستن دکارهای این آشب بمانم محبت را پسندیدن دورفتن محبت را پسندیدن دورفتن شانان که با ایمان و اخلاق حریم دود بوسیدن دورن افتن حریم دود بوسیدن دورن افتن
پایان برنامه میرسیم. از همه شما سپاسگزار هستم. پیر پاتال گفت اعتقادات، گفت مقدس، بگو چرند نگو، بگو هیچی بگو برای من مقدس نیست جز ایران من و جز دختران آریایی من و جز فرزندان ایران. بچه های ایران هم برای ما اونایی مقدسن که ایرانی هستن. همه تازی پرستان بنی هاشم پرست اعتقاد نیست، اینا دشمن ایران هستن. 1402 سال ما رو کشتن. اعتقاد میریادتون داره. با بوسه و مهر از برادرم مهندس امیر شجره سپاسگزارم، دبیر کل این تلویزیون. تا برنامه دیگر همه شما مهربانیاران رو به اورام از خداوند دانایی و توانی. خداوند ما خداوند دانایی و توانی است. پیغمبر منقبرم نداره، فیلسوف داره، اندیشمند داره. یادتون نره. Fierté historique pour la radio ici et maintenant suite à la proposition de David Abassi. Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'histoire, 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زارزار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز خواجه نظام الملک میگوید من از حکیم کیوان نیشابوری عمر خیام میخواهم تا آن کند که خود میخواهد برای ما کتابی بنویسد در آیین زمامداری و شرحی به تضادهای مطروحه در هستی و فلسفه های زباد. عمر خیام دست در کیسه خود میکند و کتاب حکومتداری و وجود و عدم وجود را بیرون آورده و بر روی فرش کاشان دربار سلجوقی میگذارد و میگوید گمان میکنید که در این روزگاران من بیکار بودم؟ من هر لحظه از عمر خیش را یا اندیشیده ام و یا آموخته ام و یا نوشته ام و کتاب میزان الحکم و شرح کتاب اقلیدوس را نیز به حسن صباح میدهد. حسن صباح میگوید حکیم عمر خیام آن نوشته بسیار جالبت را درباره وجود و علم هستی نیز خواهانم. عمر خیام با لبخندی میگوید عجبا که تو از پستوی تلاش و اندیشه من نیز آگاهی. این آخرین کاری است که در راه سپاهان از سمرقند به پایان بردم. حسن صباح میگوید
یاران من که جملگی پیروان تو و خواجه هستند، لحظه به لحظه با تو بودند تا در این راه های پر مخاطره گزندی به شما نرسد و نیز از تلاش های شما آگاه بوده ای. عمر خیام کتاب وجود و علم هستی را نیز از کیسه بیرون آورده و به حسن صباح می داد. خواجه نظام الملک می گوید من فردا شما را به شاه معرفی می کنم. حسن صباح به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت کشور و عمر خیام به عنوان رئیس مدارس و دانشگاه های حکومت سلجوقی و مسئول رصدخانه کشور. عمر خیام می گوید من به بودجه نیاز دارم تا رصدخانه قابل و مجهز را در شهر سپاهان و نیشابور بنا کنم. خواجه می پرسد چرا در نیشابور؟ تو مقیم سپاهان خواهی بود. خیام پاسخ می دهد جهان و زمامدارانش نمی توان تکیه کرد. من بیم آن دارم که روزی نتوانم در این شهر بمانم، لذا بسیار مایلم تا کارگاه ستاره شناسی را در زادگاه خیش نیز داشته باشم. دو یار دیگر با نظر خیام موافقت میکنند و روز بعد هر سه به حضور شاه سلجوقی میروند و خواجه نظام الملک عمر خیام و حسن صباح را به شاه معرفی میکند.